خب همیهنان عزیز، در این قسمت از برنامه قیام ایران گفتگویی داریم با آقای جولیو ترسی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا. آقای ترسی از سیاستمداران برجسته ایتالیا هستند که سالهاست از مبارزه مردم ایران و مقاومت ایران حمایت می‌کنند و بارها همراه با هیئت نمایندگان و منتخبان و شخصیت‌های ایتالیایی در کنفرانس‌ها و جلسات مقاومت ایران از جمله در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس شرکت و سخنرانی داشتند. جولیو ترسی قبل از اینکه به پست وزارت خارجه در ایتالیا برسه سفیر این کشور در آمریکا بودند. ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای ترسی و خوشحالم که در این برنامه با شما گفتگو می‌کنیم. Thank you very much. It's a great pleasure. It's an honor to work برای من یک خرسندی بزرگه با شما و با مردم شما و تلویزیون شما صحبت کنم. بگذارید که تشکر کنم که منو دعوت کردین تا چند کلامی بگم. اول میخوام ناراحتی و غم خود را برای بسیار بسیار قربانیان قیام ایران 1500 تنی که شهید شدن و 4000 نفری که دستگیر شدن و بخش مجروح شدن و 12-13000 نفر که دستگیر شدن که از توی خیابون ها دستگیر شدن، از توی تظاهرات ها دستگیر شدن در این اعتراض علیه رژیم ایران که یک کشور به این زیبایی رو، مردم به این خوبی رو اینطور دارن سرکوب میکنه، مردمی که انقدر با ایتالیا در ایتالیا دوستان بسیار زیادی دارن مردم ایران. با این احساسات است که میخواهم این مصاحبه رو شروع کنم و همچنین میخوام تاکید کنم که من بسیار نگران هستم از افزایش خشونت در داخل کشور و افزایش سرکوب و همچنین در خارج کشور، خارج از ایران، در کشور همسایه مانند عراق، سوریه، یمن، لبنان و خیلی فراتر از اون کار تروریستی که شده موضوع ویژه رژیم ایران، تبحر ویژه جمهوری اسلامی ایران که صدور تروریسم بوده. به عنوان یک دولت حامی تروریسم توسط جامعه بین‌المللی شناخته شده. بله. آقای ترسی، با توجه به شناختی که از رژیم آخوندی و نقش پاسدار قاسم سلیمانی در این رژیم دارین، میخواستم نظرتون رو به ما در این رابطه بگید که کشته شدن او چه اهمیتی داره؟ این واقعه رو چطور ارزیابی میکنین؟ Well, I believe that it shows that the American administration and the American people have not فکر میکنم که نشون میده که دولت آمریکا و سیاست آمریکا اینه که تصمیم گرفتن که دیگه تحمل نکنن آن چیزی که داره ادامه پیدا میکنه، که از البته یک سال پیش یا قبلتر از اون شروع شده، که مقامات رژیم ایران به طور نظامی شروع به افزایش تنش کرده بودن از طریق نیروهای نیابتیشون و سپاه پاسداران و کتایب حزب الله و نیروهای نیابتی شبه نظامیانی که توسط قاسم سلیمانی هدایت می‌شدند، به طور سیستماتیک و برنامه ریزی شده نه فقط منافع غربی و آمریکایی رو، بلکه همچنین شهروندان کشورهای غربی رو مورد هدف قرار میدادن. برای همینم در تابستان گذشته انتقاداتی بود که آمریکا به عنوان حامی اصلی دموکراسی کار خیلی کمی کرده و در آخر اون خطی که کشیده شد در برابر افزایش
جنگ افروزی رژیم ایران این بود که همین تصمیمی که آمریکا گرفت و اینکه نفر اصلی پیشبرنده این جنگ رو از بین بردن، همون جنرالی که به عنوان عمل کننده اصلی تمام این عملیات های بسیار منفی که در منطقه بوده رو این هدایت میکرد و همچنین علیه صلح و امنیت بین المللی. وقتی که ما میشنویم که وزیر خارجه رژیم ظریف میگه که این یک جنایت جنگی است از بین بردن سلیمانی، میگه که چون به خاطر اینکه سلیمانی در یک ماموریت دیپلماتیک بود در بغداد، ولی واقعا این چیز مضحکه، حتی میشه گفت که دردآوره برای مردم عراق و برای مردم ایران که میخوان در آزادی و حقیقت زندگی کنن، چیزی که دموکراسی باید تضمین کنه. چطور میتونید یک فردی که در یک سیستم دیکتاتوری یک مقام نظامی داره در این سطح که مثلا نیروی قدس رو رهبری میکنه که مسئول هدایت تنش‌های بین‌المللی رژیم ایران بوده، کسی که مسئول کشتار عراقی‌ها، آمریکایی‌ها و ایرانی‌هاست، چطور میشه گفت که او در یک مأموریت صلح و امنیت بوده در بغداد؟ خب شغل این قاسم سلیمانی چی بود؟ آیا او دیپلمات بود؟ نه، البته که نبود، دقیقا برعکس. او در واقع نماینده تروریسم و دستگاه اطلاعات رژیم ایران بود. بر همین فکر میکنم که افزایش تنش‌ها در منطقه چطور میتونه ظریف بیاد یه حرفای به این مضحکی رو بزنه و واقعا یک توهین به منطق و حرفای معقول. بله، از نظر شما چی شد که تحولات منطقه به نقطه فعلیش رسید و در عرض یک مدت کوتاهی با این همه واقعی بی سابقه ما مواجه شدیم؟ چون سالهاست که ما شاهد جنگ افروزی‌های رژیم در کشورهای مختلف بودیم و همیشه هم اسم قاسم سلیمانی به عنوان کسی مطرح بوده که این اعمال تروریستی رو پیش می برده. چی شد که کار به اینجا رسید؟ They got to this point because they had the impression that اونها به این نقطه رسیدن چون فکر میکردن که هر کاری که رژیم بکنه هیچ واکنشی از جانب کشورهای دیگه نخواهد داشت و سیاست تصاعدی خشونت طلبی رژیم ایران در خارج همینطور افزایش پیدا میکرد و اگر توقف نمیشد، متوقف نمیشد، به معنی یک تنش روز افسون و بیپایه میبود. و همین من فکر میکنم که خیلی مهمه که باید حمایت کنیم از اون چیزی که در ایران رخ میده برای کشورهای غربی، برای کشور اروپایی و آمریکایی. مهمه که متحد باشن در حمایت از کسانی که خواهان دموکراسی، احترام به حقوق بشر، آزادی، عدالت، قانون در کشور هستند. من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم از پیام صوتی مسعود رجوی که یک پیامی داد و تاکید کرد که امسال سال 2020 باید سال تعیین آوردن آزادی به ایران باشه و
احترام به شرافت انسان و یک تغییر واقعی رژیم در ایران و اینکه بتونیم به حقوق مردم ایران احترام بذاریم. بله، شما سالها هستش که در کنار مبارزه مردم و مقاومت ایران قرار دارید و از آلترناتیو رژیم آخوندی هم همیشه ما شاهد بودیم که حمایت کردید. نقش این مقاومت رو در رقم زدن آینده ایران شما چطور ارزیابی میکنین؟ I have been positively impressed since a number of years ago by the program. چندین سال پیش توسط برنامه مقاومت شورای ملی مقاومت ایران برنامه‌شون تحت تاثیر قرار گرفتن. این برنامه توسط رئیس جمهور منتخب خانم رجوی به دنیا عرضه شده. برنامه یه که خواهان ایجاد یک سیستم کاملا دموکراتیک در کشور ایران است. احترام به حقوق بشر، هیچ چیز فراتر از قانون نیست که توسط نمایندگان مردم قوانین تصویب میشه. قوانینی که آزادی مذهب وجود داره، برابری بین زن و مرد، احترام به حقوق بشر، احترام به تمامی کنوانسیون های بین المللی که امضا شده و بهش متعهد شده از چندین دهه پیش توسط حکومت ایران و برنامه‌ای که در اون سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی باید ممنوع بشه از کشور، یعنی نباید یک برنامه هسته‌ای نظامی در ایران وجود داشته باشه. دولتی که بر پای جدایی قدرت‌ها، قدرت از سیاست، از قضاوت باشه و اینکه قضات در مستقل باشن و اینکه مردم با همه سیاست و یا قومیت مختلف به حقوق برابر برخوردار باشن، آزادی بیان، آزادی سیاسی توسط برنامه خانم رجوی تضمین شده. شورای ملی مقاومت ایران که تعداد زیاد گروه های مختلف سیاسی در بر میگیره به این متحد است. برای همین هم من حمایت کردم سال هاست الان که این حمایت میکنم این پروژه رو برای یک ایران جدید که یک عضو مسئول جامعه بین المللی خواهد بود. درسته، رژیم و بعضی از حامیان سیاست مماشات همیشه هشدار میدن که به اصطلاح مقابله و ایستادن جلوی حکومت آخوندی و در افتادن باهاش، مثلا با اقداماتی مثل همین کشتن قاسم سلیمانی، باعث میشه که در منطقه هرج و مرج ایجاد بشه. رژیم هم همواره در این رابطه تهدید و اعمال تروریستی میکنه و میگه که آشوب به پا میکنم در منطقه. نظر شما در این رابطه چی هستش؟ This has always been the same argument for decades. فکر کنم دهه هاست که این استدلال وجود داره که وقتی یک کشوری وقتی دموکراسی از مردم رو بوده شده باشه، وقتی که یک دیکتاتوری وجود داره یا یک رهبری که مانند یک سیستم دیکتاتوری رفتار میکنه، وضعیت فعلی این که تغییر نباید باشه، یعنی که اگر تغییر باشه تبدیل به اختشاش و آشوب میشه، این همیشه اون استدلال کسانی که میخوان در قدرت باقی بمونن، که میخوان دارایی‌های جامعه رو بدزدن و سرمایه مردمی کشور رو در اختیار خود داشته باشند. این بهونه همیشگی و استدلال همیشگیشونه، یعنی اینکه آخوندها میگن بذار ما تو قدرت بمونیم چون اگر ما نباشیم شاهد آشوب خواهید بود. ولی واقعیت دقیقا برعکس اینه. ما میدونیم که هرچی بیشتر اونا در قدرت بمونن
کشور بی‌ثبات‌تر میشه، بیشتر کشتار و مجروح مردمی که آسیب خواهند دید در داخل کشور از این رژیم. بر همین به همین دلایل همیشگی لازم است که همین دلیل نیاز به تغییر رژیم وجود داره. به همین دلیل هم باید کشور رو به سرعت به ثبات رسون، توسعه اقتصادی که مردم دسترسی به ثروت و صلح و امنیت بیشتر داشته باشن. میتونه یک شروع باشه. مهمترین چیز برای مردم عدالت و حقیقت است. وقتی که به وقایعی در کشور رخ میده فکر میکنیم. بله. خیلی ممنون از شما آقای ترسی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا. میخواستم از این فرصت هم البته در انتها استفاده کنم، سال نو میلادی رو هم به شما تبریک بگم و برای شما و خانوادتون بهترین آرزوها رو در سال 2020 داریم. Thank you so much. Happy New Year to everybody, to all your people. سال نو شما مبارک، مردم شما، تمام شنوندگان، بینندگان و برای شما بهترین آرزوها رو برای سال 2020. خیلی ممنون. متشکرم و خدا نگهدارتون.